عید سعید قربان مبارک پیدامه برنامه خوش آمده از بیننده عیدتان مبارک طوری که گفته بودم یک مهمان بسیار ویژه داریم بارها و بارها از جان شنیدید صحبتهایشان را قطعا آگاهید و با چهرهشان که قطعا آشنا هستید استاد بحری عزیز در برنامه هستند استادی که سالهای سال برای فرهنگ ادبیات هرات زحمت کشیده و فرهنگ سرا ساخته و کارهای بسیار بسیار, بسیار بنیادی در هرات انجام داده شاید در بیشتر از جاها سخنرانی‌هایشان را شنیده باشید انتقادات پیشنهاداتشان را شنیده باشید اما بحث خودمانی چندان شاید نبوده اگر بوده هم کم بوده امروز می‌خوام بیشتر آشنا بشیم با خود استاد بهره و فعالیت‌هایشان با اینکه چه کارهایی انجام میدن و عید یک انسان فرهنگی ادبی چگونه هست سلام به شما عید شما مبارک خیلی خوش آمدید به برنامه اعوذ بالله سم العلیم من منا شیطان بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل الله سیدنا محمد و علی و صحبی و بارک و سلام بداد کل این معلوم لک با عرض سلام و ادب و احترام و ارادت محضر شما دست و همه بینندگان محترم تلویزیون توانمند و هدفمند استقلال خداند پاکر سپاسگزار هستم که باز در خدمت شما ایزان قرار دارم و پیشا پیش حلول فیزبار و افتخار آفرین و مسرت بخش عید سعید قربان، عید پاکدلان و راستروان را بر همه امت مسلمه تبریک و تحنیت عرض می کنم امیدوار هستم که طاعات و عبادات و همگان مورد قبول بارگاه رب العزت واقع بشه و حجاج عزیز ما که به سرزمین وحی رسالت حضور دارند ما از دعای خیر فراموش نکنیم انشالله، خیلی ممنون استاد که دو برنامه چند ویژگی از شما میگم دوستانه امیدوارم که اسای ادب نشه و ببینیم که کدامش درست هست یا نه همین که استاد بهره میگیم بسیار از دوستان خبرنگاران فعالین فرهنگی میگن که کدام استاد بهره استاد بهره که همیشه میگه بیدل صحبت میفرمایند در هر جمله خودشان از بیدل صحبت میکنن استاد بهره که انتقاد داره پیشنهاد داره استاد بهره استاد که شاید نسبت به سن و سالش اکتیو و فعال و شاید به نظر ادهی بیش فعال هم باشه در بسیار از جهات. کدام ویژه گیره میشه برش مورد؟ خودتان کدام را ترجیح میدید؟ برای مولایم عبالمانی بیدل کسی گفت که یا عبالمانی برای هر کس شعر سرودی و تعریف کردی و توصیف کردی و تمجید کردی اما تا حال شعر در وصف باب علم پیامبر علی مرتضا است نشمیدیم او مبارک دست به همو عمامه یا مندیل خود برد و از لابلای پیچ های خود عمامه کاغذش بیرون کرد در حالی که اشک روانه به دامن داشت از تابلمانی بیدل فرمیدند که دیشب همین احساس به من دست داد که <applause> چرا در شهن شای ولات معاب علی مرتزا که باب علم پیغمبر از خلیفه چارم و با عزت مسلمین چرا در شان از کدام چیزی تا حال نسریدم و من نگفتم بعد گفتن یک بیت سرودم و آنقدر گریستم که به خواب رفتم و در عالم خواب سید حضرت علی به خواب دیدم و علی مرتضی برم گفتن که ای عبدالقادر حق ما ادا کردی ای ایجاب یک غزل نمی کنه به یک بیت توقف کن و تو ادای دین کردی چی بود بیت حضرت ابوالمنی بدل می فرند که تابناک ترین و نورانی ترین انصار عالم آفرینش آفتاب هست و تاریکترین ترین انصار عالم آفرینش خود خاک است مشخص است حضرت ابو بیدل فرمند که اگر خورشید گردونم اگر ما آفتاب و آسمان ها هم باشم اگر خورشید گردونم و اگر گرد سر راهم گدای حضرت شاه هم گدای حضرت شاه هم شاه ولد ما به حضرت علی مرتضا تمجید کردن از ابو بیدل و گفتن که دری یک بیت تو ادای دین کردی و ادای ارادت کردی ای که شما لطف کردین از بیدل گفتین ای که شما فرمودین از انتقادهای بجای ما یا بیجای ما از فعالیت ما یک موضوع است که پیغام عجز من به حضورت شنیده نیست مضمون سایه دارم و عنوان آفتاب این شعرم از حضرت بیدل هست ما ذره صفت ها همواره ترجمان و زبان گویای آفتاب ها بودیم آفتاب حقایق من خادم مردم هستم افتخار میکنم که این مردم که تمجید از ما میکنن در مقابل آینه استادان از خود تعریف میکنن یک واقعیت است با هر که طرف گشتم آرایش اویم آینه و خاصیت جنگ من این است بس. به هر حالت افتخار میکنم که مسلمان هستم افتخار میکنم که انسان هستم اشرف مخلوقات عالم هستی که ما تاج کرمنا به سر داریم و نماینده و خلیفه با اقتدار خدا که متصف به صفات خدا در روی زمین ادای دین میکنیم و ای که دانش داریم چهار روز درس خوندیم تحصیل کردیم تجربیات را آموختیم اینا واقعا مواهب الهیان نه نعمت از آمد بالاتر مواهب هستند که ما باید به فوای و اما به نعمت رب حدس باید ما بیان بکنیم اینا رو به هر حالت مردم ما با عزتن مردم ما واقعا بر ما حق دارن اما یک کلام که مثل که حضرت ابوالمنی به دل دین کردن در مقابل شوای ولاد ما من نسبت به مردم بگم که من شرمنده ادای حق شما مردم هستم که شما واقعا با گوشت و پوست و خون به گونه های مختلف از ارزش های ای خاک شما حراست و حفاظت و پاسداری کردید و ما نتانستیم تا بال ادای دین بکنیم اما امیدوار هستیم که بتانیم با درک اصالت انسانی به ایفای رسالت انسانی شما با بزرگوارید خید. شما بزرگوارید شما بزرگوارید آخرت خوبه بزرگوارید شکسته نفسی میکنید قطعا حق دارید به حق به گردن بسیاری از شهروندان هراتین که مدام صدای مردم بودن وظیفه بسیار بزرگی هست شاید درک این مطلب برای کسایی که به این درد رسیدن بیشتر واضح باشه که چقدر سنگین هست نمیخوام وارد از او فاز بشیم اون فاز شاید حالت تراجید خودش را هم داشته باشه کمی از ابعاد اید و شادی و طرف بگیم قبل از او از بیدل گفتید حضرت بیدل شعرش بسیار سنگین هست شاید هر کسی فهم بیدل را نداشته باشه فهم شعرش را حتی مثلا اینکه بخواد شعر بیدل را بخونه این بیدل از کجا در وجود شما نهاده نشد چرا دنبال بیدل را گرفتید ما کوچکتر این باشم که دنبال بیدل را گرفت باشم چرا چون بزرگان میگن که دست کوتاه نتوان دامن فرزانه گرفت اما تجلیات روح بلند حضرت بیدل در خانواده ما اول در پدرم که نویسنده چهارده کتاب هستند کتاب سرایشی و نگارشی و اساتیدی که در دوره خود مکتب و دوران دبیرستان یا لسه یا دوران خود دانشگاه یا پانتون ما داشتیم اینها کسانی بودند که واقعا آراسته به زیور شعر و کلام فیضانی و عرفانی از المانی بدل بودند یک جاذبه هایی که در کلام مرحوم مغفور قندی آقا <applause> عبدالحمید عسیر که معروفترین بیدلشناس عصر حاضر بود و بعداً مرحوم مغفور عبدالعزیز محجور فرزند ارشد ایشان اسماجان محجور الو اخیر اینها واقعا جاذب های بر ما ایجاد کرد که ما هم به قول معروف همو گرد از کاروان باشیم <applause> گرد از کاروان باشیم روی هم رفته حضرت بیدل میفرمایند که دست بر دامن مردان زن و اندیشه مکن هر که با نوح نشیند چی غم از طوفانش کسانی که با نوح نشستند از طوفان حوادث مسئول و محفوظ ماندند و کسانی که با دوستان خدا دوستی میکنند چون حضرت سلطان العارفین با اجد بستامی میفرمند که خدمت و انس به اولیا الله خدمت و انس به خداست چقدر جالب است که انسان با اینها باشه و حرف پیر هرات را مد نظر داشته باشیم که الهی هر که را خواهی براندازی با عبدالله دراندازی و مولانا فریاد دارد که تا دل مرد خدا نامد به درد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد بنان سرخ روی ما عزت ما تبارز ما و عزت ما در خود جامعه ما یقین دارم که همه مسئول اخلاص و ارادت ما نسبت به اولیای خدا نسبت به بزرگان نسبت به داشته ها و های دین و مردم هست که مردم حق و حق بزرگ بزرگوارید پس در یک خانواده بزرگ شدید و در یک فضایی که می چنین چیزی را بیایم کمی ایبرتر راجع به خودتان بیشتر هم صحبت بکنیم اید هست و در اید غالبا مردم به دید و بازدید ها میرن رفتارهایی که مرسوم هست انجام میشه و انعناتی که در بین جامعه من و شما نهادی نشده از گذشته ها بوده انعنات خوبی هم هست یعنی خارج از بعضی از نقاط ضعفی که داره بسیار انعنات خوب و به جایی هم هست از شما میخوایم بیشتر بشنویم که یک شاعر یک نویسنده یک کسی که با شعر خود داره با ادبیات خود داره از جانبی فعالیت اجتماعی سیاسی هم داره بیشتر فعالیت اجتماعی داره ای که درک بهتری از درد جامعه داره چگونه اید ایدره استاد بهره عزیزی که همه پشت میکروفون ها ازش میشنوند روز اید چگونه هست تنهاست بیرون همین انعنات مرسومه داره یا نه یک چیز دیگه ای تعریف شده حضرت اول مولی به دل که سعی عاشق را به جهد مردم دنیا مسنج سعی عاشق را به جهد مردم دنیا مسنج وجد تفلان دیگر است و رقص بسمیل دیگر است وقتی انسان در پرتو انوار آیات الهی احادیث نبوی و تجربیات عرفانی و علمی و ادبی نفس میکشه قطعا انتخاب از آن ویژه است انتخاب از آن ویژه است در دین اصل داریم که تقلید از حق اصل از اساسات دین ماست بله. وقت بزرگان ما اونها واقعا از هر نفس حساب گرفتن گفته حضرت بیدل که بیدردی از خیانت اعمال زندگی است بیدردی از خیانت اعمال زندگی است از هر نفس که نالا ندارد حساب گیر وقتی اینا به هزار یا به قول مریف یا هزار نفسی که روزانه میکشند با هر نفس اینو محاسبه میکنن که به یاد حق باشه مشخص است که چهار روز عید و عرفه رو باید با یک قانونمندی و با یک نظم و با یک شیرازه عرفانی باید به اصطلاح اینا سپری بکنن چرا؟ خداوند دا پاک دامهای های الفت در پهن کرده به گفته حضرت مولانا که خانه کرم گسترده مهمان خویشم خوانده ای گوشم شرا اگر من گوشه نان بشکنم الا اخیر شوخی و عرفانه بله. و رندانه حضرت است در مجموع به خدمت ترز بکنم که هر یک از احکام الهی هر یک از مناسک دینی اینها دامهای الفت الهی است که خدا نخواه کرم خدا عنایت بکنه مه. کرم خدا عنایت بکنه هزار یک ویژگی هزار یک حکمت و هزار یک فلسفه فیزبار و جوری در روزهای عید مسلمان ها نوفته است و مزمر روابط اقتصادی رو ببینیم چقدر با شن و شکوه تیمشه در سروس حتی قبل از او روابط اجتماعی، روابط فرهنگی، روابط اخلاقی، روابط اجتماعی، فرهنگی ببینیم در بخش نظافت تمام مردم لباس حداقل باید بپوشن اگر نداشته باشن لباس شسته بد بپوشن تمام خانه ها پاک تمام مردم به سلمانی ها میرن سر خود خود به آرایش میکنن حمام میکنن کوشش میکنن که لباس که دارم لباس پاکتر بوشم کوشش میکنن خانه رو تزین بکنن ببینین یک تحول بسیار عمیق و بنیادی است در حیات اجتماعی خود انسان ها قطعا کوچی ما پاک است در روزایی. بله بله. ما سن کمر همت بر بندیم و استین بالا میزنیم و کوچی خود پاک میکنیم بله. خانه پاک است پس وقتی کوچه پاک بود به خانه پاک بود ظروف و لوازم خانه پاک بود ما یقین دارم که نیتم پاک هست وقتی نیت پاک بود گفتار پاک است گفتار پاک بود زبان پاک است زبان پاک بود دل پاک است دل پاک بود چشم پاک است گوش پاک است یک انقلاب پاکی در اینجا تبلور پیدا میکنه که به قول معروف مرد میخواهد که از این ب... ب... انقلاب فیزبار الهی کسب فیض بکنه روابط اوتیفی ببینیم چقدر جالب است که به کسانی که ما به اونا با ماها نتونستیم خبر بگیریم مکلف و موظف میدانیم که خود دروازه خانه رو باید باب بکنیم بلده بلده. عرض ادب بکنیم و حداقل مانده نباشی بدیم چقدر جالب است که در روزهای عید چون سه روز بر یک مسلمان ما چی داریم فاتحه داریم بلده. کسی که چهار روز قبل پدرش وفات کرده روز عید اصلا دسترخوان داره به که ما پابند امر حقیم پابند امرحق حق هستیم بنان از انانات و از یک سلسله معارف های به اصطلاح خود اجتماعی چی می کنیم ما پرهیز می کنیم و صرف نظر می کنیم از تمام ابعاد زندگی واقعا امو فیوزات در سروز جاری است که باز تکرار می کنم مرد می که از سیلاب عظیم فیض و مواهب الهی بهرمند بشه و استفاده بکنه در یک کلمه که هر کسی نظر به مود داشته که داره، نظر به دانش که داره، نظر به معرفت که داره از این روزها آنگونه استفاده میکنه که خود از این مفتی خود میشه خود از این نازم اعمال خود میشه و مشخص است که زندگی شاعر و ادیب و عارف و نویسنده و فرهنگی کلا چی است جداست از انسانی که به اصطلاح هست و مشخص است که اینجا وقتی ما داریم که تلک رسول و فضل نو بعد علابت رسولان خدا که یکی بر یکی دیگر فضیلت و برتری دارن انسان های ها که خورترین و عاجزترین و حقیرترین از گامه هستم مشخص است که هر کدام در مقام هستن در رتبه هستند که دیدگاه از اینا تعین کننده حرکت از اینا در خود زندگی و در دوران عمر از است بله چقدر شیوا سخن میگن استاد و چقدر لذت بخش هستین که در عین شکست نفسی اقتدار را دم میبینه و در عین خضوع و خشوع آن ابهتی که نیاز هست یک فرد داشته باشه استاد یک مطلب دیگه هم هست از خودتان یعنی بیشتر سوال شاید شده باشه در ذهن افرادی که شما رو میبینید این انرژی از کجا میاد استاد اگر ما انکار از انرژی بکنیم کتمان حقیقت است که گناه میشه گاهگاه گاه واقعا خودم ممنون و مدیون لطف حضرت باری تالا هستم که بر ما مقدر توان میده ظرفیت میده که پاسخگو باشیم به بعضی نیازهای خود و دیگران مگه یک انسان اجتماعی هستم در خدمت اجتماع روزانه به ده ها موارد مشکلات مردم رسیدگی میکنم به گونه های مختلف به قدر وسط توان برنامه های ثبت تلویزیون ما برنامه های رادیویی ما برنامه های سخنرانی ما روزی نیست که حداقل من یک یا دو برنامه رو در اون معافل اشتراک نکنم و دوستان نخواهند و من در اینجا سخنرانی نداشته باشم امروز در اینجا مهمان شما هستم ساعت 11 امروز من هفتاد و پنجمین برنامه در خود تلویزیون جهانی مراج ثبت کردم و امشبم در تالار خیام سخنرانی دارم یعنی سه برنامه تنها امروز بر ما شده که که در تالار اطلاعات فرهنگ من به مناسبت رونمایی چندین کتاب و به کنفرانس تحقیقی و چیزی که در اینجا تبدیل شدید ما سخن داشتیم و بس علیدی است روزانه به هر حالت در خدمت هستیم و این با... از کجا میاد استاد هدفمندی هست انرژی مضاعفی هست حقیقت امر الان برای بچه های خیلی رک بگم دیگه دوستانه میخوایم صحبت کنیم. برای بچه های جوان همین مقدر نیست مقدور نیست که چه این کار رو بکنن و بچه ها اگر یک جایی برن همین با جوان همسن سال ما سی سی و یا کمتر از 25 حتی یکی دو جایی که برن جای سوم دیگه کنسل دیگه به در خسته شدیم ولی این انرژی به شما هست این ممکنه چند خواستگاه داشته باشه تشویق یک مسئله دوم خودتان نیاز جامعه رو ببینید وظیفه ببینید به خودتان سه هدفتان که به شما رو ترقیب بکنه یا مسائل دیگر این چنینی به نظر شما کدام یک مقوله برای شما هست ترتیبی که شما فرمودین و لطف کردین گویا که ترجمان دل ما هستین اینا هم عناصر تشکیل دهنده یعنی شخصیت یک انسان هست که شما میگیم که هدف و سعی و تلاش و حمایت و تشویق و الی اما حضرت تبدمانی بدل دل که عشق میورزم و امید که این فن شریف عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب هرمان نشود یک حضرت مورنو میفرمان که شاد باش ای عشق خوش سودای ما ای دوای جمله علتهای ما ای تو افلاطون و جالینوس ما ای دوای نخوت و ناموس ما بزرگا میگن که عشق با نتوانستن بیگانه است و در مقام عشق هر زحمت راحت است وقت عاشق شدیم به گفتی حضرت خدا سعدی والا مقام که به جهان خورم از آنم که جهان خورم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست وقتی ما درخت رو بر خود معشوقه بدانیم وقتی ما آفتاب و محتاب و ستارگان و عناصر عالم هستیر بر خود معشوقه بدانیم و ما خود محب بدانیم به فهوای یوهبون و یوهبونه پس جهان بر ما نامحرم نیست عناصر جهان یک ذره میتونه بر ما چی باشه مشوقه باشه بله، بله. پس با مشوقه بعد باید عشق بورزه محبت بکنه خوشرویی بکنه سمیمیت داشته باشه خدمت بکنه و ادای دین اینا فکر می کنم از جمله عناصر به اصطلاح فکریم فکری ماست یا به اصطلاح اجندای فکری ماست که ما هیچ خستگی به رسمیت نمیشناسم و همون حرفی که یا جان رسد یا جان به جانان یا جان زتن برایت دست از طلب ندارم تا کام من برایت فقط کام ما که بله اول رضایت خدا دوم رضایت وجدان سه رضایت خدا مردمی که در این دوره ما پرنده میرود و آشیانه می آنچه که هست یا خوب می یا بد اما این مردم نمایندگان خدا هستند و خداوند گفت که اگر سه بنده ایمه به سر قبر یک بنده ای دیگر ایمه اونا به خوبی از او چی بکنن اعتراف بکنن و اقرار بکنن ما هم قلم افر میکشیم امیدوار هستیم که خدمات ما زوهمات ما ریایی نشه شیطانی نشه ادامه پیدا بکنه مستمر باشه و زمنان اینا مورد مقبول یا قبول بارگاه رب العزت واقع بشه که تا جایی که دل بفهمیم آینه تمام نمای اسرار عالم بالاست در قلب خود وقتی گاگای میبینیم به گفته ازت بیدل که در گریبان غطه خوردم رستم از آشوب دهر کشتی هم میبرد توفان لنگرم اومد بیاد وقتی با خود ماسبه میکنیم و فتوای دل میگیریم انشالله برایت وجداری هم هست و انشالله شرمندگی پیش و خیلی بزرگ خیلی ممنونم از شما استاد بهره عزیز استاد عزیز پایان برنامه در این بخش هست و از شما میخوام که من باب آخرین سوال ما این باشه که قطعا هر کسی یک شعری را در ذهن خودش همیشه داره و او را دوست داره مخصوصا اهالی ادب و این شعر بر از انرژی میده بر از شاید همت میده پشت کار میبخشه بهش شاید هم اصلا به قول امروزی ها که ریلکس میکنه همون فرد را در اوج خستگی هست همون شعر یادش میده یه دفعه میشه و دوباره روز از نو روز از نو چه شعری برای استاد هست اول به خدمت طرز بکنم و فکر محال سوالا رو حال قرار بده شما شروع بکنیم اونقدر <تصفح> <تصفح> خوش گدش در پلی شما عزیزا و برکت بخصوص مسئولین این رسانه هدفمند از جبرلی بزرگ تا جبرلی دوم تا همه همکاران که هستند. جناب بشیر علی و شما عزیز دل همواره بخش خود کمرمینای ما کسای لایت ها ما در مجموع یعنی واقعا آنقدر بر ما خوش میگذره که ما فکر کنیم حال قرار از شروع بشه فکر کنیم مقدمه بود حتی فکر کنیم شاید اینا ثبت نشده باشه تا به هر خیر خیر این لطف شماست ما خدمت بعد عرض بکنم بله من یک شعر من یک وقت حساب کردم بیش از 15000 تنها تک بیت داشتم و اکثر هم از از تولمانی بیدل بود اما میفهند که شعرا آینه داره کمالات خودند شعرا آینه داره نابسامانی های جامعه و شعرا چراغداران راه معرفت پیشگانند که انسان میتونه در پرتو انوار شعر به هدف فرسه ببینین یک نفر اگر یک سخنرانی میکنه برای اثبات گپ خود آیت میاره اگر نداشت حدیث میاره اگر نداشت یک مقوله میاره نداشت شعر میاره وقتی اینجا که مثال مطرح شد کسی که در اینجا حاجت به کدام دلیل و اتمام حجت دیگه نداره به معنی که قبول میکنه وقتی یک شاعر شعر گفته بنان ما واقعا امو مداواگره اندوه درونی ما گاگای اشعار بزرگان است که اگر بر من رنج درد محرومیت و محدودیت نسبت به خودم نسبت به اجتماع که میبینم اگر مشاهده میکنم شما باور بکنیم که شعر بهترین مرهم مداواگر دردهای روحی و جسمی و اجتماعی است پس از آیات قرآن عظیم و احادیث نبوی خیلی جالب است و شعر وقتی به کمال میرسه که او تعویلی باشه از آیات و تفسیر ای چیزی که من به جوان اعلان کردم که از هر بیت ازت بدل من استخراج آیات میکنم یعنی به که چشمه سار سل... زلاله قرآنی در خود شعر ازت بدل جریان داره اما یک شعر غزل که مخلی گاگای خوش دارم و در محفل می به خصوص جایی که دستگیری و حمایت و همدردی باشه چون مردم و متاسفانه در حالت بسیار نابسامان به سر میبرن فقر اقتصادی و مثالی که دارن در مجبور شعری هست از پدرم از خود استاد عبدالواید بهره روان شد این خیلی خوش دارم و این اکثرا جا که خانم خیلی تشویق شده و این یک چراغ به دست ما که ما راه از شو فرق بکنیم خود بشناسیم و شناختی از زندگی داشته باشیم که بله کسانی که معاونت به دیگران میکنن از معاونت روح متحر پیامبر در سرای هشت از شفاعت از اون محروم نخواهند بود پدرم میفرمند که دائما لطف خداوند بود یار کسی دائما لطف خداوند بود یار کسی که گشاید با مروت گره از کار کسی نشود سینت افگار ز آفات زمان گرنهی مرهم بر سینه افگار کسی دستی از غیب رسد بهر کمگاری تو گر تو باشی زره لطف مددگار okay. کسی نکشد هیچ گه بار غم و مهنت و درد نکشد هیچ گه بار غم و مهنت و درد آن که در مهنت و سختی بکشد بار کسی کرم و لطف خدا بر تو مددگار شود کرم و لطف خدا بر تو مددگار شود گر تو باشی از لطف مددگار کسی روح پاک نبوی از تو رضامند شود اگر به این صفات متصف بودیم روح پاک نبوی که نوازشگر همه بی کسان است محمد عربی که هزاران دعا و درود نصار روح آن بزرگ مرد جهان و آفرینش باد روح پاک نبوی از تو رضامند شود شاد سوزی اگر از لطف دل زار کسی طاعتی نیست پسندیده تر از خدمت خلق دل به دست آرام دست کسی به 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 روح پدرتان شاد انشالله که انشالله که از این برنامه هم ایک استفاده ماها کرده باشیم و لذت برده باشیم چقدر من حقیقتا زمانی که شعر درست خوانده میشه درست بیان میشه حقیقی که شاید زیاد هم سر در نیارم چند بیتی فقط به خانم اصلا انان کلام از دست من میره و نمیفهمم که <applause> چی باید بگم خیلی ممنونم از شما استاد عزیز خیلی لطف کردید به برنامه آمدید کمال سپاس از میرورزی شما زره نوازی شما و واقعا ما زره ایم که در حساب نمی آیم و شما زره پروری میکنین و از ما آفتاب میسازیم اما روی هم رفته شاکریم شاکریم که به مرحله میرسیم که المؤمن و مرآت المؤمن مؤمن آینه مؤمن هست چقدر جالب است که بدون عجب بدون ریا بیایم بشینیم که ما دارای همین صفات هستم و این خدا برام داده و نه کمپاین میکنم نه هدف دارم نه هدف دنیایی دارم،, دارم فقط هدفم چی است اخروی یک حرف بیایم که آینه دار همدیگر باشیم بیایم از خوبی ها هم همدگر بگیم بیایم خوبی ها را به خاطر نادیده شدن از صفت شکران و شاکر بودن صفت شاکر بودن و بدی ها و فروگذاشتار به خاطر نیت اصلاح به هم دیگر گیا باشیم با بازگو بکنیم که جامعه سالم در این گونه صفات و حرکات انسانی است که امیدوار هستیم به همچو جامعه و به همچو صفات ما متصف باشیم و شهروند همچو جامعه باشیم که در او همه صفات انسانی نادینه شده باشیم انشالله خیلی ممنونم از شما استاد گرامی لذت بردیم گفتیم و شنفتیم و افزودیم به علمیت خودمان همه از آن لذت بردن قطعا از این شیوه کلام از این بیان درست و بلاغت در خورشن. خیلی ممنونم از شما که بیننده ما هستید بریم با هم یک بخش دیگر ببینیم برمیگردیم مهمان دیگری داره ما باشان صحبت خواهیم کرد